أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. آیه 152 تتمه آیه قبل است، تفریع بر آیه قبل است. فرمود ارسلنا فیکم رسولا منکم، که این رسولی که از خود شماست، یتلو علیکم آیاتنا، این کار اول رسول بود، تلاوت آیات الهی، و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمت، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. حالا می فرماید این رسول که آمد و به شما تعلیم داد کتاب و حکمت را و شما را تزکیه کرد و آیات الهی را بر شما تلاوت نمود، طبق فرمایشات رسول فذکرونی، پس فار و تفریع میگیریم، تفریع بر ارسال رسول، یعنی بر اساس آنچه که رسول به شما تعلیم داد که چگونه مرا یاد کنید، بر اساس تعلیم رسول اذکرونی، مرا یاد کنید. اذکرونی فعل امر و فاعلشم که هست و نون وقایه و یه مفعول به، ضمیر متکلم وحده برمیگردد به متکلمی که دارد این فرمایشات رو میفرماید، یعنی ذات اقدس اله، من خدا را یاد کنید. ذکر چیست؟ ذکر حضور معناست برای نفس. یه معنایی را اگر شما در نفس خودتون مجسم کنید، یاد کنید، می شود ذکر. حالا اون معنا هرچه باشد، مثلا یه خاطره خوشی که دارید، اون خاطره خوش رو اگر در ذاکره و حافظه و نفس خودتون مرور کردید، این مرور خاطره خوش می شود ذکر، یاد کردن. تو زبان فارسی شما اسمشو می گذارید یاد کردن. خب ذکر اقسامی دارد. فذکرونی، من خدا رو یاد کنید. یاد خدا اقسامی دارد. یه قسمش یاد کردن لفظی است. یاد کردن لفظی مثل تسبیح و تحمید و تحلیل و شکر نعم الهی و اینا می شود یاد کردن لفظی. یه یاد کردن عملی هم داری. یاد کردن عملی عبارت است از چه بفرمایید؟ یاد عملی
عبارت است از طاعت الهی. عباداتی که شما انجام می دهید، این عبادات یاد عملی حق است. طاعات شما یاد عملی حق است. افعال نیکی که انجام می دهید و اون افعال را می گذارید به حساب حق، دستگیری می کنید از یه نیازمندی، کمکش می کنید، عیادت مریضی میرید، قضای حاجت مؤمنی را انجام می دهید. بفرمایید که تشییع یک مؤمنی می روید و امثال اینا. آنچه که عبادت و طاعت است، عبادت و طاعت بالمعنى الاعم، نه عبادات مثل نماز و روزه و حج و اینا، عبادت و طاعت به معنى الاعم، یعنی هر کار شایسته‌ای نیکی که اون کار شایسته و نیک را شما به حساب حق می‌گذارید و لله اتیان می‌کنید، اینم میشد ذکر عملی، یاد عملی حق است. به خاطر حق این کار را انجام داده اید، میشد یاد عملی حق. یه ذکر دیگری داریم و اون ذکر قلبی است. ذکر قلبی یعنی توجه و خلوص و تقرب الالله در باطن، یعنی شما در ذکر قلبی دیگه لفظ ندارید، عملم ندارید. توجه میکنید؟ اگر لفظ بیاد، تسبیح و تحمید و تحلیل و لا اله الا الله و اینا باشد، میشه ذکر لفظی. طاعت باشد، افعال شایسته و نیکو باشد، لله اتیان بشود، میشه ذکر عملی. ذکر قلبی فقط توجه است، التوجه الالله. این التوجه الالله و اینی که شما متذکر الاللهید، این میشد ذکر قلبی. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ذکر اقسامی دارد. وقتی میفرماید اذکرونی، مرا یاد کنید، به همه اینا میگد مرا یاد کنید، یعنی منحصر به ذکر لفظی نیست که کسی گمان کند که سبحان الله بگوید، لا اله الا الله بگوید، استغفار کند. بله این رو شامل میشد، اما منحصر به این نیست. میتواند ذکر عملی باشد، میتواند ذکر قلبی باشد. پس بنابراین همه اقسام سگانه ذکر را شامل می شود. خیلی خوب، ذکر قلبی میتواند مواردی باشد که شما متذکر می شوید و تذکر قلبی یاد حق که متوجه می شوید، این ذکر قلبی شما را وادارد به ذکر عملی، به طاعت. یا ذکر قلبی مانع بشود از انجام معصیت. می فرماید که بله، بفرمایید که
کسانی که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. این تذکر وقتی که مس شیطان غالب میشد بر انسان و انسان را مس میکند، تذکر تذکر قلبی است. این تذکر قلبی مانع میشود از اینکه آلودگی به معصیت خدا به دست بیاد. ربما این ذکر قلبی علت میشود برای انجام طاعت. متذکر میشوید و مهیای طاعت خدا میشید. گفتم طاعت به معنا اعم. همچنین ذکر قلبی یک رابطه چه دارد؟ یک رابطه دارد با بفرمایید که عبادات. یعنی ذکر قلبی من سبب می شود برای انجام طاعت و انجام طاعت موجب تقویت ذکر قلبی می شود. لذا فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. نماز یاد بزرگ الهی است. یعنی وقتی نماز میخونی متذکر به یاد الهی میشی. پس ببینید اینا در هم تأثیر دارد. ذکر قلبی موجب طاعت میشود. طاعت رو که شما انجام دادید ذکر قلبی شما مضاعف می شود. یعنی بفرمایید درجه رتبه ذکر قلبی شما بالاتر می رود، برتر می شود. ولذا اینا در یکدیگر تأثیر مستقیم دارد. خب فذکرونی، مرا یاد کنید. حالا که امر فرمود به یاد خدا، می فرماید که شما که مرا یاد کردید نتیجش این است اذکرکم مرا یاد کنید، من شما را یاد خواهم کرد. یعنی جاده ذکر الهی جاده دو طرفه هست. در بین ما انسان ها یه امور دو طرفه ای داریم، مثل حب و دوستی. بین ما انسان ها هم یه جاده اتوبان دو طرف است. یعنی اگر شما کسی رو دوست بدارید، علل قاعده او نیز شما را دوست خواهد داشت. این حب دوستی است. اما ذکر بین ما انسان ها اینجور نیست. یعنی من الممکن شما به یاد کسی باشید، ولی طرف مقابل به یاد شما نباشد، غافل از شما باشد. توجه فرمودید؟ او متذکر شما نیست، ولی شما در جایگاهی قرار گرفته اید که به یاد او افتاده اید و مثلا در حق او دعا کرده اید. دلیلی نداریم که جاده ذکر بین مخلوقین دو طرفه باشد. خیلی خوب. لکن ذات حق می فرماید جاده ذکر
بین من و بنده من دو طرف است، یعنی فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید شما را یاد خواهم کرد. خوب دقت کنید، اذکرکم، خب مرا یاد کنید اذکرکم، تا منم شما را یاد کنم. خب اذکرکم فعل مضارع مجزومه، تذکر به جزمش دادن. چرا مجزوم است؟ چون جواب امر است، جواب امر اذکرونی، طلب، درخواست میکند، امر میکند که مرا یاد کنید. حالا جواب یاد شما چیست؟ جواب یاد شما این است که اذکرکم، منم شما را یاد میکنم. خب ترتب اذکرکم بر اذکرونی از باب ترتب معلول است بر علت تامه، یعنی آنگاه که شما یاد خدا کردید، خدا نیز یاد شما کند. توجه کردید؟ هرگاه که شما یاد خدا کردید، ذات حق جلت عظمتو نیز یاد شما کند. این نکته یعنی این که ذات حق نسبت به من و شما آنلاین است، یعنی هرگاه شما تماس بگیرید، شما رابطه برقرار کنید، باب رابطه طرف مقابل که ذات حق باشد، اون طرف خط جواب شما رو خواهد داد. وقتی شما متذکر حق میشید، از او یاد میکنید، او هم شما را یاد خواهد کرد. یاد کردن ذات حق چگونه است؟ ظاهراً فرقی نداره، هر دو تاش ممکنه. وقتی که خب وقتی ذکر خدا رو نکرد، خدا متذکر او نمیشه. اگر میخواهد خدا متذکرش بشه، او هم باید متذکر بشه. یعنی بفرمایید که اذکرکم معلول است بر علت تامه اذکرونی. هرگاه شما یاد کردید خدا را، خدا نیز شما را یاد خواهد کرد. یعنی چی؟ یاد ما نسبت به خدا معلومه، گفتم اقسامش را. خدا چگونه ما را یاد می کند؟ خب شما دعایی دارید به درگاه الهی، ادعونی استجب لکم. دعا ذکر حق است، از کرکم ذات حق عبارت است از استجابت شما. شما حمد الهی به جا آوردید، شکر الهی به جا آوردید. شکر که به جا آوردید، نتیجه این شکر شما که یاد خداست می شود چی؟ می شود ولئن شکرتم لعزیدن نکن. توجه فرمودید؟ یعنی
اون یادی که شما کرده اید به همون طریقی که شما یاد کرده اید ذات حق هم شما رو یاد می کند. دعاست، استجابت است مقابلش، شکر زیادتی نعمته. بله، بله. نمیفهمم چی میگن آقای خالقی. حالا یا امرو حال من خوب نیست یا فرمایشات شما جوریست که متوجه نمیشه. به شما گفتم نتیجه، نه نمیخواد. ببینید نتیجه عملی ذکر الهی این است که خدا هم به شما توجه میکنه. ببینید کسی که ذاکر حق است چه میخواهد؟ توجه الهی را میخواهد. شما به محض ای که متوجه به ذات اقدس اله بشوید او به شما توجه دارد. متوجه شدید؟ توجه الهی را اگر میخواهید این است که شما متوجه او بشوید. او همواره آماده یادتون نمی کند. اجازه بدید آقای مبصر اشکال زیر لحافی نکنید، کم کم چشاتون داره گرم میشه. ببینید عرض خواهم کرد، یه لحظه اجازه بدید. اگر شما ارتباط با خدا رو میخواهید این رو میخواد بگید، شما به یاد خدا باشید، خدا به یاد شما هست. هرگاه شما یک قدم به سمت خدا رفتید، خدا آغوشش برای این که شما رو در آغوش بکشد باز است. همواره آغوش الهی به سمت شما باز است. همواره این که اون طرف خط ذات حق به شما جواب بدهد، همواره خدا در آستانه جواب است. منتها شما باید برید، شما باید تماس بگیرید. تا شما تماس گرفتید ذات حق جواب شما رو خواهد داد. این آقای سعادت مبصر 14 سال قرة العین، نتیجه این مطلب این نیست که خدا به یاد ما نیست. ربما شما یاد الهی رو به نحو خاص و ویژه میخواهید، نه به نحو عام. اگر یادتون باشد ما یک هدایت عام داریم، یه هدایت خاص داریم، یه هدایت خاص الخاص داریم. هدایت عام امول هم است، ارسال رسول و انزال کتب. حالا شما اگر بعد ارسال رسول و انزال کتب که هدایت عام الهی است، هدایت خاص خواستید، اون وقت هدن للمتقی. بعد از این که شما متقی شدید، اگر باز هدایت خاص الخاص داشتید، اون وقت اون مرتبه دیگری است که کسی میخواهد که هدایت خاص الخاص رو داشته باشد، یعنی میخواهد دستش در دست صاحب العصر و زمان باشد. این میشه هدایت خاص الخاص. این با بقیه هدایت ها چه دارد؟ تفاوت دارد. پس ببینید هدایت ذو مراتب است. هاکذا
ذکر خدا من و شما را هم ذو مراتب است. یه ذکر عام داریم، خدا همه بندگانش رو روزی خواهد داد. الله یرزقکم، خیلی خوب، و ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. رزق الهی یاد همه من و شماست. فرصت و فرجه ای که خدا به من و شما داده است به نام عمر، این فرصت و فرجه یاد عمومی خداست از همه من و شما، و هاکذا آلاف مثال دیگر. حالا اگر کسی از این یاد خدای عام یاد خدای خاص رو میخواهد، یعنی میخواد خدا علل خصوص به یاد او باشد. ببینید مثال میزنم و بلا تشبیه. من مثلا آقایان رو دعا میکنم که خدایا این آقایان را تو به مراتب عالیه علمی واصل بفرما. این دعای عام. حالا یکی از آقایون اصرار بر این دارد که مرا علل خصوص دعای ویژه کنید. خب این شد خاص. توجه کردی؟ اون دعای عام مال هم است. این علاوه بر اون دعای عام دعای خاص میخواهد. این اذکرونی اذکرکم، این ذکر خاص الهی است. اگر شما ذکر خاص الهی رو میخواهید، توجه خاص الهی رو میخواهید، نگاه خاص ذات ربوبی رو میخواهید، اشکالی نداره. اون نگاه خاص به شما متوجه می شود، لکن اون نگاه خاص مشروط بر این است که فذکرونی، مرا یاد کنید تا من نیز از کرکم به یاد شما باشم. توجه فرمودید؟ لذا نکته بحث اینجاست، یاد خاص الهی رو میخواد. میخواهد با حق نرد عشق ببازد. خب اگر میخواهد با حق نرد عشق ببازد، من عشقنی فقد عشقتو، خب باید دو طرفه بشود. فذکرونی اذکرکم. بنابراین آیه شریفه یه چنین معنایی را میخواد بفرماید. وشکرولی، بعد به واو عاطفه میگوید. خیلی خوب، نکته دیگه شکر است، سپاس الهی است. ماده شکر آقا به معنا اظهار است. وشکرو لی، شکر اظهار نعمت است. اظهار نعمت یک وقت دل اعتقاد است، یعنی نعمتی که ذات حق به شما عنایت کرده است اعتقاد دارید که از طرف حق است. نیمه گوی خودم به دست آوردم، نیمه گوی با تلاش و کوشش خودم بوده است. میگوی حق به من عنایت کرده است. خیلی خوب، پس بنابراین این میشد شکر اعتقادی که نعمت را از جانب حق میدانی. میگوی که حق به من این نعمت را عطا کرده است.
یک وقت شکر شما شکر قولی است، میگه الحمدلله، میگویی شکرن لله، میگویی اشکر الله، اینا شکر قولی است. مرتبه سوم شکر عملی است، یعنی شما در مقام عمل نعمت الهی را اون گونه که ذات حق مرضی ذات حق است چه کنید؟ ازش استفاده کنید. آنچنان که مرضی ذات حق است از نعمت الهی اگر استفاده کردی می شود شکر عملی. به همه این معانی میگد چی؟ میفرماید که اشکرو لی، برای من شکر گذار باشی. چرا؟ چون هر آنچه که نعمت است من ذات حق به شما داده ام. ولا تکفرون، خب باز به واو عطف بر شکر عطف میکند و نهی میکند از کفران. میگد ولا تکفرون، یش حذف شده است و کسره زیر نون وقایه دال بر اون یای محذوف است. لا تکفرونه، ولذا توجه داشته باشید اندل وقف این موارد بازم خونده می شود لا تکفرونه، یعنی باید کسرش رو اظهار بکنید حتی در وقف، چون این کسره اعراب حرف نیست، چون این کسره بدل یای محذوف است. لا تکفرونه فعل نهی و فاعل و نون وقایه و ضمیر یای مفعولی محذوف که کسره زیر نون دال بروست، یعنی کفران نعمت من رو نکنید. ببینید اینجا مراد از لا تکفرونه به قرینه اشکرولی کفران نعمت است، نه کفران منعم. خب ما یه کفران منعم داریم، یعنی کسی صاحب نعمت رو نادیده بگیرد، منعمش رو نادیده بگیرد، به منعم توجهی نکند. مراد این نیست که شما به منعم توجه نکنید و کافر بشید. کفر که معلومه، یعنی ستر، یعنی پوشونده. مراد این نیست. پس مراد چیست؟ مراد ستر نعمت است و کفران نعمت، یعنی نعمت را کفران بکنی، بپوشونی، زائلش بکنید، از بینش ببرید. مثلا نعمت جوانی، نعمت شادابی، نعمت سلامت و آلاف نعمتی که خدا به شما داده است، اگر اونها رو اونجور که شایسته است مصرف نکنید میشد کفران نعمت. یعنی جوانیش رو دارد به بطالت می گذراند. جوانی رو به بطالت گذراندن میشه کفر نعمت. توجه کردی؟ عمر را به بطالت گذراندن میشه کفران نعمت عمر. و قص علی هذا، استعداد خدا داد رو ضایع کردن، از بین بردن، نادیده گرفتن،
ازش استفاده نکردن میشود چی؟ میشود کفران نعمت. بگه اشکرولی، شکر من رو به جا بیارید، هم اعتقادن هم قولن هم عملن و هم این که نعمتهایی رو که من به شما دادم این نعمتها را مورد کفران قرار ندهید، در حالی که با عرض معذرت ما غالب نعم الهی را به جای این که شکر به جا بیارید غالب شما کفران نعمت میکنید. متاسفانه حداقل اقلش در مرتبه عمل، یعنی کفران نعمت عملی میکنید. خب این اجمال مفاد آیه که خدمت شما عرض کردم، حالا یه چند تا روایت سریع برای شما بخونم. روایت اول، نه وقتی میگه لا تکفرون، نه وقتی شما ببینید لا تکفرون نی مرا کفران نکنید، پس معلومه میشناسید خدا را. وقتی منعم رو میشناسید با فرض شناسایی منعم، کفران منعم معنی نداره. پس یعنی کفران عملی نکنید، یعنی نعمت رو مستور نکنید. ببینید یکی از شکر نعمت آشکار کردن نعمت است، اظهار نعمت است. اظهار نعمت به چیست؟ اظهار نعمت به این است که نعمت رو شما اون جوری که هست به دیگران نشان بدهید. خب یعنی یک کسی که استعداد درخشانی دارد این استعداد رو به منصه ظهور برساند، و این که استعداد رو ظاهر کرده است به جامعه نشان بدهد که این استعداد خدا داده به اون را من چه کردم؟ من اون رو ظاهر کردم، آشکار کردم. حالا کفرانش میشد چی؟ میشد تضییع این استعداد. یعنی این استعداد رو به جای اینکه ازش کار بکشد تضییع کرد، از بین برد، استفاده نکرد، این میشه کفرانش. چرا؟ چون استعداد دیگه مستور میماند، اظهار نمیشد، شکفته نمیشد. توجه میکنیم؟ باز مثال برای شما بزنم. ببینیم یک کسی که میتواند به مراتب عالیه علمی برسد، خب اگر تلاش و کوششش رو بکند و به دنبال تحصیل با جدیت برود، او استعداد ظاهر میشد. خود این اظهار و استفاده از استعداد این شکر عملی استعداد. اما اگر به جای این که بیاد در مجامع علمی و استاد ببیند و تلاش کند و زحمت بکشد، در ده و آبادی و شهر و منطقه خودش باقی بماند و مشغول یک کار و کسب جزئی بشود و یا رعیت زمین بشود، و اون همه استعداد الهی چه میشد؟ مستور میماند. درسته؟ میگد که نعمتی رو که به شما عطا کرده ام اون نعمت رو اظهار کنید، یعنی اون استعداد رو شکوفا کنید، تا این شکوفایی به حد اظهار برسد. ولا تکفرونه، و اون نعمتی را که به شما داده ام کفران نعمت نکنید، او استعداد را تضییعش نکن. خب
میرسیم به روایات. یه دوتا روایت بخونم بقیهش خودتون نگاه کن. کافی شریف جلد دو صفحه 496 حدیث چهارم باب ما یجب من ذکر الله عز و جل فی کل مجلس. عن ابی جعفر علیه السلام قال مکتوب فی التورات التي لم تغیر. می فرمایند اما سند روایت صحیحه. کلینی از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی حمزه صمالی بلا ریب و اشکال سند تمام صحیحه. قال مکتوب فی التورات التي لم تغیر ان موسی سأل ربه فقال یا رب اقریب انت منی فأناجیک ام بعید فأنادیک. خدایا موسی میفرمایند تو توراتی که تحریف نشده اینا دارد که موسی از پروردگار پرسید پروردگار من آیا تو نزدیک منی که با تو مناجات کنم؟ یعنی آساسه حرف بزنم پچ پچ کنم چون نزدیکی. کسی که نزدیکه شما جیغ که نمیزنی داد که نمیزنی. اگر کسی که نزدیک است شما فریاد بزنی میگن عقلت کمه چه ده اینقدر داد میزنی. اغریبون انت منی فاناجیک هم بعیدون فاناجیک. نزدیکی منی باید مناجات کنم آروم حرف بزنم دوری از من داد بزنم با صدای بلند تو رو بخوانم. فاوحى الله عز و جل الیه یا موسی انا جلیس من ذکرنی. خدا جواب موسی را اینجور داد انا جلیس من ذکرنی. نه مناجاتت رو میخواهم نه ندا و فریادت رو میخواهم. تو به یاد من که باشی انا جلیس و من ذکرنی با من هم نشین خواهی بود که همینقدر که به یاد من باشی متذکر و متوجه من باشی من انا جلیس و من ذکرنی. فقال موسی فمن فی سترک یوم لا ستر الا سترک. موسی گفت خدایا چه کسی در اون پرده ایمنی تو قرار دارد اون وقتی که هیچ ستری و پرده ایمنی وجود ندارد یعنی روز قیامت. قال الذین یذکروننی فاذکرهم. اونایی که مرا یاد کنند پس وقتی اونا مرا یاد میکنن منم اونا رو یاد میکنم. اینا میان در پرده ستر من قرار میگیرن. توجه بفرمایید آیه فام نداشت تو آیه شریفه بود اذکرونی اذکرکم. اینجا یه فا اومده است الذین یذکروننی فاذکرهم و یتهابون فی فاحبهم. به خاطر من دوستی میکنند پس منم اونا رو دوست دارم. فاولائک الذین اذا اردت ان اصیب اهل الارض بسوئن. اینایی که مرا یاد میکنند و به خاطر من محبت محبوب من را دارند و به خاطر من
ارتباط دوستی با افراد پیدا می کنند، اینا کسانی هستند که هرگاه بخواهم عذاب خودم را بر زمین نازل کنم، ذکرتهم، به یاد اونا می افتم، فدفعت عنهم بهم، پس از اهل ارض دفع می کنم به سبب این اشخاص خاص که متذکر من هستند و به خاطر من حب و دوستی کرده اند. چه می کنم؟ از اهل زمین عذاب و سوء را بر می دارم. خب چند تا روایت سریع دیگه بخونم. می فرمایند که عیاشی دارد میگه تسبیح فاطمه زهرا از ذکر الله الکثیر است که ذات حق میفرماید فذکرونی اذکرکم، یا این که بله روایت بله معتبره ای داریم میفرماید که خدا فرشته را نازل می کند با یک نامه اعمال اول روز و اول شب، عمل فرزند آدم در اون نامه اعمال ثبت و ضبط می شود، اون وقت اگر اولش خیر باشد آخرش هم خیر باشد، خدا اونی که این وسط باشد را عفو می کند. خدا می فرماید فذکرونی اذکرکم ولذکر الله اکبر. و بله روایات دیگری داریم که افضل الذکر الدعا، یا می فرماید که بله من ذکره فقط شکره و من کتمه فقط کفره. بله یا این که در مجموعه شهید است به نقل از جبرئیل که به پیامبر فرموده است اعتیت امتک ما لم، بله یا اعتیت امتک ما لم اعتهی امتون من الامم، فقال ما ذاک یا جبرئیل، قال فذکرونی اذکرکم، یه چیزی خدا به امت تو داده است که به امم پیشین نداده است، و این همین آیه شریفه است فذکرونی اذکرکم، ولم یقل هذه لأحد من الامم. دیگه بقیه روایاتش را که روایات ذکر و روایات شکر خودتون ملاحظه بفرمایید. این مال تفسیر، اگه دوستان سوالی دارن بفرمایید. بله این روایت تو کافی هم هست ظاهرا نگاه کنی، لکن سندش ضعیف، جهل صوفیه باشد اینا رو نمیدونم، تو ذهنم از قدیم هست که این روایت تو کافی هم هست. بله که ابدنی من تو کافی نیست، مگه تو کافی نیست. ببینید بله یه روایت شبیه این داریم که کسی که
انا من می شوم چشم او، من می شوم گوش او، من می شوم بله مصباح الشریعه که جعل او، که روایاتش اون که کتاب معتبری نیست. الا ای حال من میخواستم بگم طریق حب، میکروفونی کی بازه ببنده، من میخواستم بگم آقا طریق حب دو طرف است، توجه میکنی؟ اما طریق ذکر معلوم نیست دو طرفه باشه. یه وقت من آقای خدایی را امشب دعا کردم، ولی آقای خدایی مرا دعا نکرده است. اما نسبت به ذات حق طریق ذکر دو طرفه است. اون وقتی که شما متذکر حق بشوید، حقم به شما عنایت خاصه و ویژه دارد. و صلی الله علی محمد و آله.